سپاس از اینکه تا حال ما را همراهی کردین وضعیت هوا را با هم دیدیم ای که در کابل و چند ولایت دیگر وضعیت هوا از چی قرار است با عزیزایی که میخواین بیرون برن خوب است که وضعیت هوا را دیده باشین و مطابق آب و هوا انتخابتون خوبتر باشه چی زمان بیرون برین تا گرمی بیشتر در این ماه مبارک رمضان روز بدهن احساس نکنین آسیب پذیری محصلین موضوع بحث امروز ما است چتر ارزشمند اما روند ناکارآمد تقریبا در افغانستان برای محصلین است حالا این ای موضوع بیشتر کدام مورد را در بر دارد و روی بحث بیشتر ما را همراهی کنید با مهمان عزیزی که امروز ما در کنار خود دارم آقای هدایت الله توفیق جوان فعال با ما هستند و در رابطه با این موضوع صحبت‌های خواهیم داشت ولی حالا برشون سلام و صبح بخیر داریم سلام بر شما آقای توفیق خیلی خوش آمدید تشکر سلامت باشین به خدا سلام تقدیم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز نهایت گرامی امیدوارم که بسیار خوب و خوش را آغاز کرده باشند و همچنان با امید از که یک روز بسیار خوبی را در پیش رو داشته باشند و با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان را هم خدمت تمام هموطنان و تبریک عرض میکنم و امیدوارم که تمام تعاد و عباداتشان مورد قبول حق باشد شما سلامت باشین تشکر. آقای توفیق خوب صحبت های ما را از اینجا آغاز بکنیم یک مقدمه داشته باشین در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم نه. اینا پذیری محصلین واقعا چیست؟ نه. خب پیش از اینکه روی آسیب پذیری محصولین صحبت بکنیم البته یک نکته اشاره بکنیم که خوشبختانه امروز فضا برای فعالیت جوان برای بس. کار بر یا برای درس خواندن و تحصیل کردن بر فراهم شده ولی با از این هم ما شاهده هستیم که بعضی آسیب پذیری ها رو متاسفانه جامعه محصلین دارند، خب به صورت گذرا که چند نکته اشاره میکنیم اولین نکته ای که متاسفانه محصلین با او روبرو هست خانواده هست خب یا به لحاظ محدودیت ها یا به لحاظ باورهای سنتی به نوعی میتونه یک محدودیتی رو بر محصلین باشه و نگاه به اصطلاح اونم هستند و, هستن و یعنی این آسیب پذیری ابتدا از کانون خانواده شروع میشه چون اه من فکر میکنیم که خانواده خواستگاه یک شخصیت انسانی برای تمام جوان و محسلین هست چون باید. زمانی که یک جوان یا در سن مثلا کودکی یا بعد از که دنبال پیشرفت حرکت میکنه من فکر میکنیم که تمامی رفتار خانواده کنش خانواده برای محصل یا برای طفل خیلی مهم است و موضوع دومی که متاسفانه محصلین آسیب پذیر هست امی باورهای سنتی که در جامعه وجود دارند نسبت به محصلین محدودیت ایجاد میکنن و موضوع سیومی که متاسفانه فضای سیاسی هم برای محصلین متاسفانه به نوع اینا را آسیب پذیر میکنه خب به نوع ابزار قرار گرفتن در بعضی مسائلی هایی که محدودیت ها در فعالیت های سیاسی برای محصلین هست چون ما باورمندیم که زمان جامعه پیشرفت میکنه که چهره ها و استعداد روی کار بیه و بالاخره اونا فعالیت بکنه و این محدودیت ها باعث میشه که محسلین به نوعی سرخورده شوند و از فعالیت ها و از انگیزه هایی که دارن متاسفانه باز بمانند این آسیب پذیره ها برای محسلین برای فعلا هر کم شده ما میبینیم مثلا در ادارات دولتی توجه دولت توجه مردم نسبت به جوانان فرق کرده با. ولی باج هم متاسفانه مشکلات وجود دارد تا که شاهد از ای باشیم که <كی> جوانا واقعا روی کار بیان فعالیت کنن و نگاهی خانواده و همچنین یکی از موضوعات خیلی مهمی که به اصطلاح آدمی مشکل در خانواده هست جهل خانواده هست یا عقاید خرافی و باورهای سنتی هست ما تلاش کنیم و تمام جوان ها و ارگان بله. های زیرب تا جهله ها را دور کنه بله. تا اینکه شاهد آقای توفیق دارد. از فرهنگ های سنتی گفتین اگر اشاره کوتاه داشته باشین بر این مورد کدام فرهنگ ها بیشتر آسیب زننده هست بر جوانان ما بر محسدینی که میرن طرف دانشگاه ها درس میخوانند و از ای که دانشگاه را تمام میکنن و فارغ میشن حتی چیزی که لازم است باید یاد داشته باشن بلد. را نمی داشته باشند خب موضوع اولی که فرهنگ هایی که متاسفانه محسلین را از ترقی و بلندگی باز می داره ای هست که اما باورهای سنتی که نسبت به محصلین داره نسبت به تحصیل داره نسبت به آینده زنا داره خب ما می بینیم مثلا طرز دید بعضی خانواده ها در قبال یک طیف اوناس یا طبقه اوناس متاسفانه یا مثلا حتی در مقابل طبقه زکور هم چنین دیدهایی دارند ما میبینیم که نه. مثال توقع خانواده ها از این جوان ها زیاد است مثلا میگه در زمان تحصیل باید یک ترم برند کار کنند یا مثلا باید نیازهای خانواده رو برآورده کنند خب فقر و مشکلات در خانواده هست ولی خب ما کوشش بکنیم امو وظایفی را که یا امو وظیفه ای که یک در هر دوران داره روی هم توجه شود مثلا در زمان تحصیل بیشتر باید یک درس بخونه او استعداد خود را انکشاف بده و اون نبوغ فکری که دارنده باید داشته باشه او رو باید دنبال بکنه ما فقط با این میتوانیم که مثلا در قرآن مجید هم گفته که هر کسی باید وظیفه خود را انجام میده و امانت به اهلش سپرده شود خب با. تحصیل یا مدرس یک امانتی هست که برای یک محصول داده میشه و این کوشش بکنه که او را با تمامی ظرفیت و شایستگی و با تلاش او را به دست بیاره خب این مشکلات هستند فرهنگ هایی که باورهای سنتی با. هست توقع خانواده توقع های بیجا هست و محدودیت های فکری در خانواده هست اینا میتونه به نوع چالش زا باشه برای محصلین ای یک مورد دیگه که بیشتر در دانشگاه ها باید توجه جدی صورت بگیره حالا از 18 سال به طرف میشه خوب از سطح تحصیلات در افغانستان خوبتر شده برای جوانان ما این فرصت بیشتر مهیاس خوب است راجی به سیستم های آموزشی در دانشگاه ها صحبت بکنین که چقدر بر این موضوع پاسخ واقعا خب یک اصل است که ما هر زمانی یا به حتی ما فکر میکنیم که ماه ده به اصطلاح تحصیل سطح آگاهی مردم رشد میکنه بله. مثلا شما اشاره کردین 18 سال قبل با امروز خیلی فرق است او دیدی که به اصطلاح 18 سال پیش نسبت به تحصیل نسبت به علم دانش بود امروز نیست مثلا امروز همه خانواده ها درک کردن نیازمندی و تحصیل نیازمندی و مطالعه و پژوهش اینا ولی خب سیستم آموزشی که در دانشگاه ها هست متاسفانه یک موضوع خیلی مهم است اولی که خود سنف ها ما فکر میکنیم اکثر سنف هایی که در دانشگاه ها هست به نوع استاد محور هست و اینا برای مشکل برای محصلین به نوع میتونه چالش دو باشه و موضوع دومی که سیستم های درسی در افغانستان مخصوصا برای محصلین زیاد کارا نیست است که به اصطلاح امی موضوع پژوهش و تحقیق در دانشگاه ها متاسفانه رعایت نمیشه زمان یک محصول میتونه واقعا پیشرفت بکنه که زمینه مطالعه و تحقیق برایشان فراهم باشه ببنی. یا دانشگاه ها به این تعامل و اهتمام نداره و یا موضع دیگه که خلاصه اصلا موضوع تحقیق و پژوهش رو جزی از درس های دانشگاه قرار نمیدن خب دانشگاه های خصوصی هم ما میبینیم که مثلا زیاد زیاد توجه نمیشه حدی اقلی که در دانشگاه یا حد اکثر کاری که میکنه فقط یک سیمینار میده که و هم از دو تا کتاب او هم کاپی بله. پیست میکنه میاره برای سنت سیمینار میدن و یکی موضوع تحقیق و پژوهش خیلی مهم است موضوع مطالعه هست و عملا باید کار بکنه بله ورق رکشابه های کاربردی برای محصلین خب امروز خوب شده در دا دانشگاه ها برگزار میشه ولی هم آنچنانی که باید فعالیت بکنه و سیستم آموزشی مدیریت شوه و کارا باشه متاسفانه نیست برای محسلی. از روند تحصیلات بگویم تدریسی بگوین در افغانستانی که به نظر شما چقدر معیاری است و چقدر لازم است بالایش کار صورت بگیره نظر و دیدی که شما دارین نسبت به دانشگاه های دولتی یا خصوصی بانه. خب در رابطه با روند و میکانیزم تدریس برای محصلین من فکر میکنم اولی که کوشش بکنند دانشگاه ها را یک فضای اکادمیک جور بکنند از چند مسئله باید دانشگاه ها دوری بکنند و که اونا را جای ندند موضوع اولی که کوشش بکنند مدیریت سالیم و بسیار قاطع در سطح دانشگاه داشته باشند نگذارند که گرایش ها و سمت مسائل سمت اینا در دانشگاه رسوخ بکنه خب در بعضی دانشگاه ها دیده میشه متاسفانه بله متاسفانه. موضوع دومی که دانشگاه ها دا کوشش بکنن برای محصلین زمینه تحقیق و پژوهش را فراهم بکنه یا مثلا تحقیق کتابخانه‌ای هست یا مثلا میدانی هست اینا رو بررسنا فراهم بکنه خب چون جامعه های پیشرفته ما میبینیم اونها هم به اصطلاح یک گذار از یک مرحله رو داشتن ده. زمانی که تحقیق و پژوهش نبوده ولی خب بالاخره ما هر روز باید به سمت پیشرفت تعالی حرکت بکنیم موضوعی سیومی که دانشگاه ها باید رعایت بکنه این هست که استادان یا اساتید به اصطلاح ورزیده و توانمند را در دانشگاه ها معرفی بکنند ما بعضی اساتید را متاسفانه میشناسیم که خودم رشته حقوق و بعضی سوال رو را که میکنیم میفهمیم که اصلا استاد بس. ازش سر در نمیاره خب اینطور استادها چطور میتونه آینده یک محصل رو تضمین بکنه و یک محصلی که باید گام به گام پیشرفت بکنه وقتی یک استاد به جواب یک محصل را دادن نتونه و او را اقناع کنه من فکر میکنیم که اینا یک مشکلات هست که برای محصولین وجود متاسفانه به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه اگر لطف بکنین پاسخ بدین که از مواد درسی در دانشگاه ها بگین به نظر شما چقدر لازم است توجه صورت بگیره در شرایط قرار داره محصولینی که میرن رشته مربوط را که میخوانن رشته دلخواهشان را میخوانن از رشته های دیگه هم حتی و زمانی که اینا رشته بندی میشن از اون رشته هم اینا میخوانن از مواد درسی خیلی کوتاه خب مواد درسی که در دانشگاه ها وجود داره متاسفانه معیار زیاد نیست اما که چند سال قبل داره فقط علاقه در کوشش بکنند مواد آپدیت شده و برای شده. مزایای کوشش بکنند وبسایت‌های های اینترنتی که مثلا بلد. مقالات کتاب های معتبر قرار می دهند را به به منابع برای تدریس استفاده بکنه ما من فکر می اینا باعث میشه و همچنان زمینه تحقیق را فراهم بکنه و حاصل این پیشرفت بکنه. خیلی سپاس. تشکر, تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. شما. سپاس از شما از که تا حال ما را همراهی کردین و منتظر نظریات شما در رابطه با موضوعی برنامه امروز ما هستیم. در صفحه فیسبوک سر بزنین بس, سر بس صفحه فیسبوک و صبح و زندگی نظریات خود را برای ما بفرستین در رابطه با عهد و پیمان همچنان عزیزایی که به اینترنت دسترسی ندارین از طریق شماره 2222 پیامای کدبی تان را بفرستین فقط میتونین از طریق سیم کارت افغان بی سیم بیتان را بفرستین همچنان ما در اخیر برنامه کوشش میکنیم پیامای شما را زیرنویس تلویزیون های ما داشته باشین تلویزیون های خودتان و موارد دیگه که لازم است براتون بگیم عزیزایی که برنامه را به طور زنده دیدن نمیتونین سابسکرایب کنید صفحه یوتیوب آریانا تلویزیون تا بتانین از هر تایم و ده هر وقتی که میخواین برنامه ما را دیدن بکنین و ما باز هم منتظر نظریات شما هستیم سپاس از اینکه تا حال ما را همراهی کردین و بعد از هم تا راست ساعت ده ما همراه باشین مهمانای عزیز خواهم داشت و حال هم خبر ساعت نو تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقهمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین